هم میهنان ارجمند، هنگام افشار هستم در برنامه رو در رو. امروز شنبه 8 بامداد به وقت محلی کالیفرنیا، 14 از ماه دسامبر 2013 میلادی. خدمت شما. چند هفته هست که نزدیک 2 هفته هست که در لس آنجلس هستم و این در واقع در چند هفته اخیر مرگ یک شخصیت بزرگ جهانی، یک شخصیت جهانی، یک حقوق بشری جهانی، یک انسان جهانی، یک انسانی که مرز و بوم نمی‌شناسد. نژاد فقط به یک نژاد مربوط نیست، به همه نژادها، به همه کشورها مربوط میشه. انگوش شمارن این تعداد. نلسون ماندلا، مرگ این مرد، اولین مبارز واقعی سیاه پوست بر ضد حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی، حکومت سفید پوستان، زندان کشیده شدن، به زندان کشیده شدن او نزدیک به 30 سال و بعد اهمیت پیدا کردن او که اگر در زندان این رو می کشتن، خون و خونریزی در افریقای جنوبی به پا می شد بین سفید پوستان و سیاه پوستان. اهمیت این مرد، شکنجه هایی که کشید، اما مثل کوه احد استوار ایستاد و این استخوانی سیاه پوستان، استخوانی نحیف و بدون پشتیبان به او تکیه زدند و همین یک نفر باعث شد که اینها شیر بشن و با خیزش خودشون دولت وقت آپارتاید رو به وحشت بندازن، طوری که سالهای آخر نلسون ماندلا در واقع در یک ویلا زندگی میکرد، در زندان، ویلای مخصوص نگهبانان زندان، و در اونجا ماجرای گریگوری نگهبان اون رو هم میبینید، شیر خوندید، داستان ها آمده، کتاب ها نوشته شده که چگونه این دو تنگاتنگ تبدیل به دو رفیق شفیق شدن. و نلسون ماندلا قدرتی داشت، هویتی داشت، روحیه‌ای داشت، طبیعتی داشت که هر کس با او از نزدیک برخورد میکرد شیفتش میشد. این رو گفتم در مورد نلسون ماندلا. در این 2 هفته خیلی گفتن و یک آیکان جهانی شد، یک سمبول شد، مثل گاندی، تک ستاران اینها. میخوام بگم ما هم در ایران کم نداریم، در هیچ کشوری نیست که شخصیت بزرگ و عمده‌ای نباشه، اما خوشبختی نلسون ماندلا و مهاتما گاندی به خاطر سیستم‌های وقتشون و این قدرتی که دولت بریتانیا داشت، قوانین دولت بریتانیا نتونستن اینها رو بکشن و خاطرات اینها، آنچه بر اینها میگذشت به بیرون میرفت. اینها حتی میتونستن اطلاعیه بدن، اعلامیه بدن، از اوضاع خودشون مطلع کنن، اما در کشورهای اختناق، در کشورهایی که با اختناق مواجه هستن مثل ایران، این شیرزنان و شیرمردان چه بسا کشته میشن، خفه میشن، اصلا نمیذارن صدای اونها به گوش مردم برسه. و کم نداشتین ما در طول تاریخ، قد و قواره تاریخ ایران، بزرگانی چون این مردان. امروز میخوام به قصه یک زن ایرانی، یک زن ایرانی، یک زن ایلاتی مبارز که لقب سردار رو گرفت، خاطرات او رو خواهم گفت که ببینید از او نه فیلمی ساخته شده، کتاب نوشته شده، ولی که این هم اخیراً. و متاسفانه ایرانی ها، جهانیان مطلع نیستن از وجود چنین شیرزنی. اما قبل از اینکه این شیرزن ایلاتی و این شیرزن بختیاری و آنچه که کرد در دوران مشروطه خدمت شما بیان کنم، اجازه بدید به یک تابلو، من خواهم بگم در تاریخ ایران هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام ما زنان بزرگی داشتیم، زنان بسیار بزرگ و قهرمان و مبارزی داشتیم که متاسفانه نقششون هرگز در جامعه شناخته شده نشده. دولت‌های وقتم به دلیل اینکه فکر کردن این ممکنه خطری باشه برای مبارزه زنان،
هرگز به این موضوعات اشاره نکردن. مثلا همین بی بی مریم بختیاری در زمان مشروطه، در زمان آخوندا که اینا فیلم هاشون همش از عرب هاست و فیلم های قهرمانان، قهرمانان عرب رو نشون میدن، در دوران گذشتم فیلم ها یک سری فیلم هایی بود که توأم با مذهب بود و به قول با امیر صحبت میکردیم قبل از برنامه، گفت تمام این فیلم ها واقعا یک نوع زنی بود که توبه میکرد در رقاص خان. رقاص چرا باید توبه کنه؟ کار بدی نکرده، رقاصی یک شغل زیباست، دلش خواسته رقاص بشه، چرا یک رقاص باید توبه کنه؟ و اصولا حتی چرا یک روستی باید توبه کنه؟ اون بدن خودشه، مملکت چه که نمیفروشه. چرا این در تاریخ ما اومده، در فرهنگ ما اومده که اگر زنی میرخصه در یک کاباره، در کافه، یا اگر بدنش رو اجاره میده، متعلق به خودشه، باید بره توبه کنه. توبه به کی بکنه؟ اگر خدایی بود که قرار بود که به بشریت خدمت کنه، چرا این زن رو در اون موقعیت قرار میداد که مجبور بشه برای تنازع بقا، برای ارتزاق، برای شکم سیر کردن شکم بچهاش بره بدن فروشی کنه؟ و این جا افتاده. حالا در دوران پهلوی ها بیشتر این نقش این زن ها این بود و بعد میرفت به آب توبه ریختن و به شابدلرزی. ما همیشه در هر فیلمی عکس حضرت علی بود و مذهبی بود در واقع، یه نوع جریان مذهبی که اگر به مذهب رو بیارن گناهانشون بخشوده میشه، به راه راست پیش میرن. هرگز از یک زنانی مثل بی بی مریم بختیاری که امروز راجبش میخوام صحبت کنم، این قهرمان بوده، این مثل ژان دارک، نقص ژان دارک داشت در فرانسه، هرگز از این زنان ما فیلم ندیدیم ساخته بشه. در همین دوران آخونده هم از فاطمه زهرا مرتب میگن، در حالی که فاطمه زهرا یک شخصیت مهم اجتماعی نبوده. بیچاره صبح تا شب خنجر خونالود حضرت علی رو میشسته و در سن جوانی هم فوت کرد. یک زنی بوده ساده. ما قهرمان کم نداریم در تاریخمون، زنان مهم، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، و نخواستن تا به امروز هرگز. چون اون موقع که ادعا می شد که بله آزادی به زنان داده شده، زنان ما با زنان غرب یکسان دارن پیش میرن، موقعیت های اجتماعی با آنها اعتاشه، نه اون موقع نه امروز، اینها هنوز هم داره خاک میخوره در کتابخانه ها. خب اجازه بدید قبل از این که به خاطرات بی بی مریم بختیاری، این سردار بختیاری، اشاره کنم، یک تابلوی ننگینی به شما نشون بدم. اینکه ما امروز که این فیلم هایی که 80% 90%ش به حضرت علی و به آب توبه ریختن و به دعا و اینا، ببینید اینا چه بر سر ایرانی ها آوردن، همین اعراب، و بعد این یک تابلوی است که خب البته این تابلو قدمت داره، این تابلوی جدیدی نیست، چون تفنگ‌هاش، یک نوع از تفنگ‌هاش ماسکت دودی، این از زمان نادرشاه، این 150 سال شاید خدمت داشته باشه، ولی نشون میده اولین چه کسانی در منطقه اینقدر زیبا بودن و لطیف در موقع عرب، زنان ایرانی بودن دیگه، و صدها هزار زن ایرانی رو گرفتن بردن به بردگی و امروز نوادگانشون دارن از آیین و دین اینها پیروی میکنن که اصلا آیین و دین ما نیست و الانم شده در قالب حکومت. اجازه بدین از کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب همین تابلو باشه بر صفحه که بیشتر تأثیر بگذاره، که چه کردن اعراب بر ایران، درخت سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان، برده گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایت بود. بارها کار به دانجا رسانیدن که مردان اسیر را میکشتن تا جوی خوی برا اندخن. ایرانیان در جنگهای مختلف چون نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادن. اعراب مسلمان در این جنگ صفاکی خشونت بسیار، در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتن و از اموال و غنیمت ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. عبدالحسین زریکوب، نویسنده فاتحان. بله بعد می فرمایند که
بله دیگه، تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدن، 60,000 تن از آنان را به همراه 900 بار شتری بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت هم خوابه شدند، فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند. دو قرن سکوت. خدمت شما بگم که این قضیه امروز به نوعی دیگه، این برده فروشی زیر نظام جمهوری اسلامی که آنچنان مردم و فقیر و بیچاره و زنها رو خانه نشین و بازار کار تعطیل کرده که این زنها برای شکم و معتاد کرده که این دخترانی که نمیتونن به پدر و مادر تکیه کنن، شغل نمیتونن به دست بیارن، حتی مدرک هم دارن، این بیچارگان امروز هم به صورت برده به شکل نوین، به شکل آخوندی است، از طریق ماشین‌های مخفی به دبی و سایر کشورهای عربی فروخته میشن یا در داخل. این قضیه ادامه داره، این تابلو، این تابلوی ننگین ما امروز داریم، آیین این افراد رو سجده میکنیم روزی چند بار و براش واقعا سینه میزنیم، رگ گردن هم مثل شلنگ اگر نقدی بشود که واویلا به اسلام توهین شد. حالا میخوام بگم اینها فرهنگ ما نبوده و ضمن این که این فرهنگ غالب بوده، اما بودن زنان و مردانی در ایران، حتی زنان در زیر سایه این قدرت اسلام در ایران در همین دو قرن اخیر که کوشیدند و بله امیر جان برگردیم در داخل، و این زنان برای استقلال مملکت، برای بیرون راندن بیگانگان، برای اینکه مردم به حق و حقوق برسن، این شیر زنان هیچ فیلمی ساخته نشده. این فیلم ها اگر ساخته بشن شاید در دنیا بیننده پیدا کنن، چون در چند کشور ما زنانی مثل بیبی مریم بختیاری داریم در بحبوحه مشروطیت. امروز میخوام از بیبی مریم بختیاری صحبت کنم، قبلا هم صحبت کردم ولی برنامه امروز رو بیشترش میرود به این بانو که لقب سردار گرفت، بیبی مریم بختیاری. بیبی مریم بختیاری خواهر سردار اسد بختیاری، سردار اسد بختیاری هم که فتح تهران رو کرد، مادر علی مردان خان بختیاری که به شیر علی مردان معروف شد، و همسر علی قلی خان چهارلنگ. این بختیاری ها بله چهارلنگ هستن و هفلنگ. از زنان مبارز عصر مشروطیت است. او از زنان تحصیل کرده و روشن فکر عصر خود بود که به طرفداری از آزادی خواهان برخواست و در این راه از هیچ چیز دریغ نورزید. وی به مسابقه زندگی ایلیاتی در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر جانشین خان بود، عده‌ای سوار در اختیار داشت و در مواقع ضروری به یاری مشروط خواهان می پرداخت. سردار بیبی مریم بختیاری یکی از مشوقین اصلی سردار اسد بختیاری جهت فتح تهران محسوب می شد. وی طی نامه ها و تلگراف های مختلف بین سران ایل و سخنرانی های مهیج و گیرا، افراد ایل را جهت مبارزه با استبداد صغیر، استبداد محمد علی شاهی، آماده می کرد و به عنوان یکی از شخصیت های ضد استعماری استبدادی عصر قاجار مطرح بوده است. سردار مریم بختیاری قبل از فتح تهران مخفیانه با عده‌ای سوار وارد تهران شد و در خانه پدری حسین ثقفی منزل کرد و به مجرد حمله سردار اسد به تهران، پشت بام خانه را که مشرف به میدان بهارستان بود سنگربندی نبود و با عده‌ای سوار بختیاری از پشت سر با قزاق‌ها مشغول جنگ شد. او حتی خود شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح تهران میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران بسیاری را به طوری که به لقب سرداری مفتخر شد. متاسفانه تنها یک عکس از این بانو هست. امروز با این پیشرفت تکنولوژی یک بچه 3 ماهه 600 عکس داره. حالا شما ببینین این بانو که 70 سال عمر کرد
و از کودکی مبارز بود، به فنون آموزش می پرداخت و این بختیاری ها خب شاهنامه براشون حکم قرآن رو داره، همه از حفظ هستن. این زن با این حد سواد و عرضه و شعور و لیاقت، یک عکس از او داریم و همین یک عکس و بس. کاش موقع که سوار بر اسب بود عکسی از اون می داشتیم، اما خب اون موقع به هر حال عکاسی تازه به ایران آمده بود، تازه هم نبود، یه 50-60 سالی بود، اما خب دیگه این بانو همین یک عکس ازش ثبت شده در تاریخ. شاید روزی عکسهایی در بیاد، چون انگلیس ها وقتی ریختن و خانش غارت کردن همه اموالشو بردن، احتمالا شاید عکسها روس شاید عکسهایی هم از این بانو برده باشن. سردار مریم بختیاری در جنگ جهانی اول، با وجود آن که برخی از ایل بختیاری از انگلیس ها حمایت میکردن، به مخالفت با انگلیس ها پرداخت و باده از تفنگچیان و سرداران خود جانب متحدین را گرفت. این متحدین میشد آلمان و عثمانی. آلمان چون انگلیس و روسیه مرتب چشم به ایران داشتن، دشمنان ایران بودن و ایرانی ها بختیاری ها در اون موقع به آلمانی ها تأسی جستن و دولت مسلمان عثمانی. او پاره از خوانین جز بختیاری چون خوانین پشکوه را با خود یار ساخت و در یورش های مداوم خود به انگلیس ها صدماتی وارد ساخت، به طوری که پلیس جنوب مبارزات دائمی و پیگیری او را با او شروع کرد. وی از سربازان و افسران آلمان سرکوب و قلقم راهزنان کهگیلیا و کنترل قوانین کوچک استفاده نمود. قدرت سردار مریم در منطقه به حدی بود که روس‌ها به هنگام فتح اصفهان خصمانه به منزل او تاختند و اساسی او را به یغما بردند و کلیه اموال املاک او را در اصفهان مصادره کردند. این بانو به تنهایی از موقعیت‌های دشمن استفاده می‌کرد، دشمنان رو از اختلاف‌هاشون بهره می‌گرفت و اونها رو به کمپ خودش می‌آورد و با دو دولت روس و انگلیس این شیرزن مواجه بود و جنگید، پیروزی‌هایی هم نصیبش شد. رشادت و دلاوری این زن بختیاری به حدی بود که آوازه شهرت و آزادیگش در سراسر میهن پیچید و منزل او مأمن و پناهگاه بسیاری از آزادی خواهان عصر مشروطه شد. در هنگام فتح اصفهان توسط روس‌ها در جنگ جهانی اول، فان کاردوف دیپلمات سابق آلمان به مدت 3.5 ماه در پناه او بود، تا اینکه پس از شکست بختیاری‌ها از روس‌ها و کشته شدن 58 نفر راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلین رفت. به پاس حمایت‌های سرسختانه بیبی مریم از فان کاردوف، امپراتور آلمان کمان تمثال میناکاری و الماس نشان و همچنین صلیب آهنین خود را که مهمترین نشان دولت آلمان بود برای او فرستاد و او تنها زنی بود که در دنیا توانست به این نشان، دریافت این نشان نائل آید. جریان مبارزات سردار مریم بختیاری با انگلیس ها در طی قرارداد 1919 و کودتای 1299 که کودتای رضا شاه بود همچنان ادامه یافت، به طوری که دکتر محمد مصدق حاکم فارس در زمان کودتای 1299 پس از مخالفت و عزل از اصفهان راهی بختیاری شد و مدت‌ها مهمان سردار مریم بود. سردار مریم بختیاری در سال 1316 هجری شمسی، 3 سال پس از شهادت فرزندش علی مردان خان شیر علی مردان، به دستور رضا شاه در اصفهان زندگی را بدرود گفت. سردار مریم بختیاری در واقع در تخت فولاد اصفهان دفن است. میگویند که تخت فولاد رو آخوندها با خاک یکسان کردند، به هم زدند و حتی سردار اسد که در اونجا خاک بود و بر بالای مقبرش یک از او تمثالی بود سوار بر اسب، او را هم پایین کشیدن و چند صد سال این تخت فولاد در واقع در اصفهان خدمت داشته، حجره 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 بوده و صدها خان بختیاری در اونجا خاک بودن، اما جمهوری اسلامی اینو تبدیل به قبر شهدا کرده است. خب آهنگ لوری هست از که خونده شده است در رسای سردار مریم بختیاری.
اجازه بدین گوش بدیم. بی بی مریم بختیاری هم به اون میگوین. به این آهنگ چند دقیقه گوش بدیم، برگردیم تا من خاطرات این بانوی قهرمان ایرانی رو براتون ادامه بدم. به تاریخ یک در واقع خیلی کوتاه، چون کتاب رو که نمیشه در چند دقیقه، اگه بخوایم خودمونم بخونیم شاید دو روز طول بکشه، ولی مختصری از زندگی نامه بی بی مریم بختیاری، چون تمام زنان ایران باید این قهرمان رو، این سردار رو، این پهلوان رو بشناسن. بی بی مریم دختر حسین قلی خان درکی هفلنگ، ایلخان کل، پدرش ایلخان کل بختیاری بود، که بنابر ملاحظات سیاسی در دوران شیرخوارگی به نامزدی مردی درآمد که نزدیک به 20 سال سن داشت. داستان از این قرار بود: وقتی پس از یک دوره کشمکش سرانجام پسران الله کرم خان، یعنی محمد علی خان و چراغ علی خان، با استمداد از حسین قلی خان ایلخانی توانستن اداره شاخه محمود ساله چارلنگ را در اختیار گیرن که در سال 1278 بود. حالا ببینید، من این اسما را اگه بخوام بگم، اینا برای بختیاری ها خیلی آشناست ولی برای خواننده ممکنه سردرد بیاره. خب، حسین قلی خان برای اینکه بتواند اتحاد و پیوند سیاسی ایجاد شده بین طوایف چهارلنگ و هفرنگ را تحکیم و تقویت کند، دختر تازه متولدش مریم که 40 روز از تولدش گذشته بود را به نامزدی یه علی قلی خان، پسر محمد علی خان محمود ساله که نزدیک به 20 سال سن داشت، درآورد. و خلاصه این بچه پس نوزاد بوده، به شیر میخورن، به شیرینی میخورن و اینو عقد نامزد کسی میکنن که 20 سال از اون بزرگتر بوده، برای اینکه پدر بخواد رابطه بین دو ایل، دو تیره چهارلنگ و هفتلنگ رو حس کنه، چون از قدیم اشکال و اختلاف بوده بین این طور دو تیره. از همین اختلاف و رقابت بین این دو تیره بختیاری، هم انگلیس ها، هم روس ها و هم دولت نظام قبل استفاده کردن برای تضعیف قدرت سردار مریم بختیاری و پسر او، کشتن پسر او. و امروز خب بختیاری ها دچار تأسف هستند، ولی این اختلاف و رقابت بین این تیره چهارلنگ و هفتلنگ همیشه وجود داشته و پدر خواست با این در واقع وساطت این دو تیره رو با هم آشتی بده. بی بی مریم 7 یا 8 سال بیشتر نداشت که پدرش در سال 1299 به دست ظل سلطان به قتل رسید. در 40 ستون با فرو کردن، با خفه کردن او پدر رو کشتند و خانوادهش در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتند. در سن 15 سالگی علی‌رغم میل باطنی و به اصرار برادران به خانه شوهری رفت که نزدیک به 40 سال سن 2 زن و 5 یا 6 فرزند داشت. پس مردی که در شیرخوارگی براش شیرینیشو خورده بودن، وقتی این زن، این دختر به سن 15 سالگی رسید، فرستادنش خونه مردی که 2 زن گرفته، چندین بچه هم داره. حاصل این ازدواج که 4 سال و 6 ماه طول کشید، 3 پسر بود به نام های محمد علی خان، علی مردان خان که شد شیر علی مردان بعدن، که با نام شیر علی مردان در بین مردم شناخته میشه، و یه پسر شیرخواره که گویی در دوران کودکی درگذشت. وقتی علی قلی خان بر اثر یک توته توسط نزدیکانش مسموم گردید و پس از مدتی در گذشت محمد علی خان، علی مردان خان و پسر دیگرش هنوز دوران کودکی خود را سپری نکرده بودند. در همین ایام که بی بی مریم شوهرش رو که بسیار به وی علاقه داشت از دست داده بود، برادرانش نیز مغضوب ظل سلطان قرار گرفتند و مجدداً دچار زحمت و در تنگنای شدیدی بودند و مجبور شدند مدتی را در مناطق غربی بختیاری، بروجرد و حتی لرستان سپری کنند. بی بی مریم نیز در این آوارگی همراه آنان بود، با برادرها از اینجا به اونجا لاغ و قشلاغ میکرد. یک سال بعد از فوت شوهر، بی بی مریم با رد درخواست‌های فراوان ازدواج که از سوی اقوام شوهرش مطرح می‌شد، به همراه کربلای رفیع، حالا این 20 و 20 سوار دیگر، در حالی که کوچکترین پسرش را به خانواده شوهر سپرده بود، با 2 پسر دیگرش پس از طی 3 روز راه به برادرانش پیوست و در
قهفرج ساکن گردید. قهفه فرخ. من امیدوارم این ناما گاهی اشتباه سرد شده، یکی دو تاشو من تصحیح کردم. بیبی مریم کمتر از 2 سال بعد علی‌رغم میل باطنی بنابر اصرار برادران و اقوام با عموزاده اش فتح‌الله خان ازدواج کرد. با ازدواج بیبی مریم 2 پسرش من، یعنی وقتی که زن ازدواج میکرد بچه ها را ازش گرفتن، گفتن به خانه شوهر برو و بچه ها دیگه نباید تو خونه شوهر جدید، زنی که شوهر کرده. نمیدونم این چه قانونی بود، چون حالا اگر دختر بودن میگفتن تعصب مذهبی داشتن، بختیاری هم که تعصب مذهبی نداشتن. ولی پسرها رو از مادر جدا کردن. 2 پسرش را به منزل یک از دایی های خود رفتن. پس از مدتی به اقوام و بستگان پدرشان پیوستن و دور از مادر در پناه آنان روش کردن و بزرگ شدن. بی بی مریم که فرزندان خود به ویژه علی مردان خان را بسیار دوست می داشت، از دوران دوری فرزندان رنج فراوان می برد. اگرچه گاه گاهی به دیدنش می رفتن، اما ازدواج بی بی مریم باعث گردید تا بین وی و فرزندان فاصله زیادی بیفتد و رنجش فرزندان را به دنبال داشته باشد. در بین بختیاری ها هنوز رسم عادت هست که زن شوهر مرده باید تا 1 سال صبر کند. بعد از گذشت 1 سال اگر تمایل داشت میتواند ازدواج نماید. فرزندان نیز معمولا به خیشان پدر سپرده میشوند. حاصل ازدواج با فتح‌الله خان فرزندان زیادی بودند که تنها یکی از فرزندان به نام مصطفی قلی خان به جا ماند. بی بی مریم بچه ها و موقع خب دیگه شیوه بیچاره ها، این زن مرتب سوار بر اسب و اسب سواری و شیوه های من نمیدونم، شاید در اثر کار سقط میکرده، بچه ها میفتدن، نمیدونم چرا بچه هاش همه میمردن، یا در شکم یا بعد از متولد شدن. و تا سن 30 سالگی این زن هر سال هی آبستن میشده، هی بچه ها میمردن. بعد بی بی مریم بعد از ازدواج با فتح‌الله خان که مرد بلحوثی بود، یعنی همین پسر عموش، هم با ناسازگاری شوهر مواجه بود، هم بر سر املاک روستای محل سکونتش دهنوک همی پایین تر از ناغان با برادران و برادرزادگانش اختلاف شدیدی پیدا کرد. اختلاف و کشمکش بین آنها چنان بالا گرفت که یکی دو بار به نزاع و زد و خورد انجامید. بیبی مریم که از پشتیبانی طایفه مشایخ برخوردار بود، در مقابل زورگویی و زیاده خواهی اولاد حسین قلی خان بسیاری سادگی کرد. بهانه آنها این بود که روستای دهنو حق فرزندان فرج الله خان است، باید به آنها بدهند. خیشان بیبی مریم به ویژه خسرو خان سردار ظفر برادرش در آزار و اذیت وی سنگ تمام گذاشتند. به هر حال میگه تنها نجف علی خان سمسام سلطنه با وی از در مهربانی در آمد. با شدت گرفتن اختلاف های خانوادگی و افزایش فشار برادران، بیبی مریم در سن 30 سالگی از شوهر خود که مرد بلحوثی بود بدون طلاق و با وساطت دیگران جدا شده و در روستای سودجان، در اینجا نوشته سورشجان ولی سودجان امروز به اون شکل نام هست، شاید نام قدیمیشو بوده، سکونت گزید و عملا اداره این روستا و مزارع آن را در اختیار گرفت. یعنی شد کت خدا. خانوم بیبی مریم شد کت خدا با ثروتی که از پدرش رسیده بود و قدرتی که داشت، ولی لیاقت خودش بود، سیاست مداری خودش بود که تونست لشکر جمع کنه. خیلی قصه جالبه. برخلاف برخی گفته ها به واسطه همین اختلاف ها، روابط و مناسبات بی بی مردن با برادران و برادرزادگان بسیار تیره و نامطلوب گشت، به گونه ای که وی در بسیاری از محافل نارضایتی خود را از آنها ابراز می داشت. زمانی که قوانین به آزار و اذیت علی مردان خان پرداختن و طوایف را علیه وی تحریک می کردن، این روابط بسیار تیره تر شده، به دشمنی تبدیل گردید. جای تأسف دارد هنگامی که زیادی خواهی قوانین باعث می گردد تا به آزار و اذیت خیشان خود بپردازند. خدا می داند چه به روز مردم می آورند. بیبی مریم که واسطه مخالفت با حضور روس ها و انگلیس ها و جنگ با آنان به اصفهان تبعید شده بود و اعدام فرزند خود بسیار اندوهگین و ناراحت بود، در سن 70 سالگی درگذشت. آقای امیر، آیا عکسی میتونیم بیایم در استودیو؟ چون یک عکس بیشتر نیست، میتونیم به عکسشون مجددا بازگردیم.
بله، بی بی مریم شیر زن بختیاری با افکار اندیشه های بلندی که داشت در تشویق بختیاری ها برای تصرف تهران حرکت ماندگاری کرد. وقتی که سواران بختیاری به سمت تهران حرکت کردند تا تومار استبداد را در هم بپیچند، در مسیر وارد سورشجان که هنوز سودجان شدند. بی بی مریم زنان سودجان را تشویق کرد تا با کلهای ممتد خود به تشویق جنگجویان ازایم بپردازند و خود با سخنانی اثرگذار آنها را بدرقه میدان نبرد کرد. با نقش کم و کوتاه 4-5 ساله که در تربیت علی مردان خان که شیر علی مردان پسرش بود، از همان ابتدا تلاش فراوان نمود تا روحیه جوانمردی، آزادمنشی، حق طلبی و ظلم ستیزی را که ویژگی ذاتی ایلیاتی می باشد در فرزند خود ایجاد و تقویت کند و او را به گونه‌ای تربیت کند که در اوج اکشل که در اوج جوانی در انقلاب مشروط فتح اصفهان و تهران و جنگ با اشغالگران روسیه مشارکت مؤثر و فعال داشته باشد و بعدها نیز یکی از قیام‌های جاودان مردمی را رهبری کند. همین علی مردان خان که عکسش رو دیدید. مرحوم وحید دستگردی درباره شایستگی بی بی مریم میگوید اگر سزار اسد به جای حمایت از برخی قوانین بی لیاقت در تصدی حکومت ولایات از این زن استفاده میکرد و وی را در مصدر کاری قرار میداد، میتوانست منشأ خدمات بسیاری به ایران باشد. و کارسوئید نیست درباره شخصیت بی بی مریم مینویسد این پیرزن برجسته روحی، حال پیرزن برجسته که این زن برجسته سنش دیگه وقتی پیر شده بود که بیچاره شمشیر زنیاش دوران جوانیش کرده و حتی دوران دیگه پیرزن، این پیرزن برجسته روحیه سرکش و فکری مستقل داشت و در تعیین سیاست بختیاری به ویژه در جنگ جهانی اول نقشی مهم ایفا کرد. در جنگ جهانی اول وقتی که 1000 نیروی روسی به بهانه فعالیت ماموران طرفداران دولت آلمان شهر قزوین را تصرف و به سوی تهران حرکت کرد، بسیاری از وطن دوستان آزادی خواهان که مخالف سلطه و حضور انگلیس و روسیه در کشورشان بودند از تهران خارج شدند و در شهر قم تشکلی به نام کمیته دفاع ملی ایجاد کردند. شخصیت‌های بسیار سرشناسی مانند، حالا من فقط چند تا رو میگم، محمد علی اکبر دهخدا، خان بابا شیرازی، سید حسین مدرس و تعدادی اعضای کمیته طرفدارش حوالی با در حوالی قم با نیروهای روسیه درگیری پراکنده‌ای داشتند اما نتوانستند مقاومت کنند. به همین دلیل راهی اصفهان شدند. در اصفهان اعضای کمیته های دفاعی ملی دو گروه شدند، یک گروه روانه غرب کشور کرمانشاه، عده‌ای نیز روانه خاک بختیاری شدند. برخی از خوانین مانند ابراهیم خان زرقام و سلطنه و بعدها بی بی مریم به مانند بسیاری از چهره‌های سرشناس و روحانی و میهنی به جبهه مخالف روس و انگلیس پیوستند و حاضر شدند ضمن کمک به حکومت ملی که در کرمانشاه مستقر بود به آزادی خواهانی که با خاک بختیاری پناه آوردن کمک کنند. و این خیلی جالبه که در راستای در این دوران مشروطه در ایران مردم ستارخان رو میشناسن، باقرخان رو میشناسن، آذری ها رو، آذر حکومت جنبش آذربایجان، ولی در بین این ایلات کمتر از این شخصیت ها فیلم ساخته شده، کتاب نوشته شده. و زنانی که یک زنم در آذربایجان بود، بی بی زینب پاشا، اونم من سال گذشته در واقع بی بی زینب پاشا رو که به اونم لقب عیار آذربایجان داده شده، یک زنی که سواد هم نداشت و لشکر داشت برای خودش، 2000 تا سپاه داشت و در معاهده رژی این بود که میرفت بازار رو بند میامد میابرد، بازار رو میبخت و مقابل نظامیان میستاد، مقابل ارتش. او بود که در واقع انبار غلاتی که توسط دولتیون احتکار شده بود با لشکرش میریخت، چون سلاح آزاد بود
می آورد بین فقرا تقسیم میکرد. ما زنا اصلا اینا شاهکارن در تاریخ و واقعا واقعا قصه اینها یا باید توسط کارگردان زبده ایرانی فیلم تهیه بشه یا فرنگی. یک روزی همین اتفاق خواهد افتاد. اجازه بدین دنبالی قصه بی بی مریم بختیاری. در جنگ جریان جنگ جهانی اول به علت دخالت‌های دولت‌های روسیه و انگلیس در کشور ما و نارضایتی عمومی از آنها، بسیاری از آزادی‌خواهان روحانیون مردم به آلمان‌ها گرایش پیدا کردند تا به کمک آلمان‌ها که متحد دولت اسلامی عثمانی نیز بود به سلطه روس و انگلیس پایان دهند. خب بعد دانشور علوی می نویسه در موقع جنگ آزادیخواهان ایران که همواره از مزارع متعدیات روس و انگلیس در عذاب بودند، از که نه از لحاظ همراهی مساعدت با آلمان بلکه به واسطه اینکه شخصا قادر به گرفتن انتقام از روسیه تزاری نبودند، ظاهرا جانب آلمان را گرفتند. امتیاز دیگری که بیبی مریم داشت، خیلی مورد بی مهری خانوادهش، دوستان، رقابت، دولتیون، داخل، خارج، این زن با همه داشت می جنگید. از داخل حلقه خانواده تا حلقه ده تا حلقه حکومتی تا حلقه جهانی. ببینید چه روحیه پولادین می خواد که در هم کوبیده نشه و کارهای درخشان از خودش بکنه. امتیاز دیگری که مریم داشت این بود که وی توانسته بود سرپرستی املاک شوهر را در روستای سورشجان که قیمت اسمش هم به تو گفتم، این حالا شاید اون موقع این بوده ولی امروز تحت نام دیگری است، همان گونه بله بله ثروت خود، تکیه بر ثروت خود و یک اقتصاددان بسیار خوبی بود. دسته مسلح که تعداد آنها به 500 نفر می رسید به فرماندهی پسرش مصطفی قلی خان سازمانی دهید. این قابلیت ها در کنار ویژگی شخصیت باعث کرد تا بی مریم بتواند در کنار قوانین مطرح بختیاری ارزندام کنند، خودی نشان دهد و در عرصه سیاست حضور داشته باشد. با اشغال بخش وسیع از خاک کشور ما به وسیله روس و انگلیس، بسیاری از رجال میهن دوست آزادیخواه تهران اصفهان به منطقه کوهستان بختیاری پناه آوردند. بیشتر آنان میهمان زرقام سلطنه و بیبی مریم مادر علی مردان خان بودند و برای چندی ماه در اونجا بودند. این افراد کی بودند؟ یکی علی اکبر ده خدا بود، یکی وحید دستچردی بود، اینها فرخی یزدی بود، امین تجار دایر قشقایی و حتی زندیات دکتر محمد مصدق. اینها مدت‌ها برای فرار از دولتیان، تعقیب دولتیان کجا رفتن؟ می‌رفتن و در خانه بیبی مریم مخفی می‌شدن و بیبی مریم بدون اینکه به ترسه اینها رو مخفی می‌کرد، ازشون نگهداری می‌کرد، پذیرایی می‌کرد. بله. این جالبه که بله خدمت شما، بیبی مریم علاوه بر قبول میزبانی بسیاری از رجال تحت تعقیب نیروهای متفقین، پذیرفت در کنار سربازان و وطن پرستان ایرانی در مقابل نیروهای روسیه بجنگد. مدتی نیز کاردار آلمان که خدمتون گفتیم، کاردار آلمان کاردوف و همراهانش را در منزل خود پناه داد. تعداد افرادی که در این ایام میهمان بیبی مریم بودند به 150 می‌رسید. در همین حالا ببین چه پذیرایی از اینها باید می‌شد. 150 میهمان همزمان پناهنده از آزادی خواهان. در همین ایام بیبی مریم با مأمور برجسته آلمانی واسموس ملاقاتی داشت. واسموس از طریق بغداد به پشگو، از آنجا خود را به شوشتر رسانید. به تحریکاتی دست زد با بختیاری ها، از جمله ابراهیم خان زرقام و سلطنه بیبی مریم را بله و فتح‌الله خان سردار معظم ملاقات و گفتگو که گفتگو کرد و اینها قرار گشتن بتونن فعالیت خودشون رو تحریزی و عملیاتی کنن. وی اعلامیه‌ای ضد انگلیسی منتشر کرد، علما و روحانیان رو تشویق و دعوت کرد. در زمان مشروطه با علما و روحانیون میشد کار کرد چون اونا مشروطه خواه بودن، در کمپ مردم بودن،
و به شکل امروز نبود. اون موقع نقش علما فرق داشت و رابطه مردم و اعتمادشون به علما فرق داشت. البته همیشه اینا حقوق بازی میکردن، ولی کلن نقششون گونه دیگری بود در زمان مشروطه. علما و روحانیون تشویق و دعوت کرد تا حکم جهاد بر علیه انگلیسی ها صادر نمایند. انگلیسی ها که از اوضاع پیش آمده حمایت بختیاری ها و اولیا شوشتر از آلمان ها و فتوای جهاد علما مبنی بر جنگ با انگلیسی ها به شدت نگران بودند، توان دستگیری آشکار واسموس را در خود ندیدند، بلکه به طور نامحسوس عملیات وی را زیر نظر گرفتند. وقتی ماموران انگلیسی ها با لباس مبدل و بدون سر صدا قصد کرده بودند وی را دستگیر کنند، واسموس که از این توطئه مطلع شده بود قبل از اینکه انگلیسی ها دست به اقدام بزنند فرار کرد و به بنادر جنوبی رفت. در سال 1915 میلادی بین دولت انگلیس و خوان بختیاری، سردار محتشم و امیر مجاهد قراردادی در هشبند به امضا رسید. در اساس مفاد این قرارداد که نهایت دوستی خوانین با دولت انگلستان شامل، خوانین متعدد شدن که نظم و امنیت بختیاری ایجاد. در همین قرارداد این هستش که این بین دو تیر خوانین مختلف بختیاری اختلاف به وجود میاد و اینها در صدد میشن که زیر آب قدرت سردار بیبی مریم بختیاری رو بزنن، که آنچنان هم میشه. بعدن قدرتش رو میگیرن، به خانش میریزن، حمله میکنن، اموالش رو به سرقت میبرند، ملکش رو یعنی بیشتر از 100,000 تومان اون موقع همه رو میبرن و معلوم نیست که کجا هست و هدیه های با ارزشی داشته که اون هم میبرن. بعد از وقایع پیش گفته، بی بی مریم به همراه گروه از خوانین جوان مثل فتحعلی خان سردار معظم، چون از داخل ایل بهش خیانت شده بود، سالار مسعود چراغعلی خان به همراه 1,000 نفر سوار برای تسخیر اصفهان و آزادسازی آن از دست روس‌ها به سمت اصفهان حرکت کردند. در عزیزآباد کرون حوالی نجف آباد با نیروی روسیه درگیر شدن. ابتدا پیروز شدن برای اتمام مهمات با اسکردی تا نتواند در مقابل روسا دماغ بیاورند و علا رقم فداکاری و رشادت های فراوان با کشته شدن 58 سوار بختیاری مجبور به عقب نشینی شدن. با این شکست تعدادی از مهاجرین بختیاری از جمله دیپلمات آلمانی خاک بختیاری را ترک گفتند. بیبی مریم مصطفی قلی خان پسرش را به اتفاق 50 سوار بختیاری همراه آنها کرد تا از راه عراق خود را به کرمانشاه برسانند و خود را به سورشجان بازگردانند. بله، روس‌ها که از این پیروزی سرمست شده بودند، روستای ورنامخاست را که متعلق به زرقوم سلطنت بود مورد حمله قرار دادند. ببینید چقدر بیشرم در داخل خاک ما. این روس‌ها از قرن‌ها پیش چشم به ایران داشتن و الان در دوران حکومت آخوندها دیگه کاملا در کنزیر عبای آخوند قرار گرفتن و الان تا میگن به آخوند میخوان یه اتفاقی بیفته، فلان روس‌ها هستن که مقابل آخوندها در مقابل دنیا صحبت میکنن. هرگز چشم از ایران بر نداشت. در جنگ ها شهرهای ایران رو جدا کرد، بعدم خب این شهرها از خودش جدا شدن بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ولی این روز همیشه چشم داشته به ایران، همیشه. و با این زن چه کردن؟ قصه جالب این زن بختیاری این هستش که بله، من میگذرم اینها رو چون نمیخوام خسته کنم. قلعه رو بیبی مریم رو تصرف میکنن، بیبی مریم رو دستگیر میکنن، تبعیدش میکنن، بیش از 20,000 تومان از اموالش رو غارت میکنن. در همین اوقات یمین السلطنه به دست سپاهیان روس گرفتار میشه. قزاقهای روس خانه بیبی مریم در اصفهان غارت کردن، تمام اموالش، اسباب و وسایل خانه که بیش از 100,000 تومان قیمتش رو به یغما بردن. وحید دستجردی، خب اینم گفته، اینم که خدمتتون گفتیم. و بعد در قبال خدمات خوانین به انگلیس، یعنی خائنانی که در واقع بی بی مریم و افرادش رو لو دادن و تضعیف کردن، کلی به اینها
امتیاز داده شد و پسرش هم که توسط رضا شاه علی مردان خان شیرمرد. یک دو دقیقه از یک ترانه هم برای شیر علی مردان پسر غیور بی بی مریم بختیاری خوانده شده، آهنگ لوری. اگر آقای امیر در اتاق فرمان باشین این رو بگذارید و من میخوام قصه یک زنی رو بگم که اگر وقت کنیم. آقای امیر تموم شد برنامه. خب متاسفم. بسیار خوب، این بود یک خیلی گزارش کوتاهی از بی بی مریم بختیاری که سالها جنگید برای استقلال و آزادی ایران در کنار ایلش سوارکار و در فتح تهران بسیار نقش عمده‌ای داشت، نقش عمده‌ای داشت بی بی مریم بختیاری. خیلی ممنونم از هممیهنان ارجمند، از توجهتون، از امیر عزیز در اتاق فرمان. هر شنبه 8 بامداد زنده به وقت کالیفرنیا در خدمتتون هستیم. بازپخش این برنامه هم میره 1 صبح دوشنبه به وقت کالیفرنیا. بدرود.